درود میفرستم به شما جناب فرستادی. درود به شما، درود به ایران، درود به همه همیهنانی که صدای منو میشنوند. خب ما مصاحبه قبلیمون راجع به سازمان مجاهدین خلق بود که نیمه کاره موند و حالا اگر شما موافقین همون ادامه بدیم با هم. و من فقط قبلش میخواستم بگم که واقعا هدف از این برنامه فقط اینه که ما تاریخ رو ورق بزنیم ببینیم که چه اتفاقی در تاریخ افتاده. به نظر من ریشه همه مشکلات، ریشه همه اتفاقاتی که امروز داره میفته، حالا مشکل یا بد خوب هر چی هست، در تاریخ ماست و دونستن این تاریخ خیلی به ما کمک میکنه توی قضاوت هایی که در عصر حاضر داریم. برای همین مهمه که تاریخ رو ورق بزنیم. و اگر حالا روایتی که آقای فراستی میفرمایند از تاریخ و دوستانی قبول ندارن، موافق نیستن باش، میتونن روایت خودشون رو بیان بکنن، حتی میتونن اطلاعات بدن، من حاضرم باشون که مصاحبه با اونا بذارم. خواستم یعنی بگم که اصلا ما یعنی من شخصا هیچ هدف دیگه ای غیر از ورق زدن تاریخ ندارم. خب جناب فراستی، هفته گذشته من یه اشتباهی کردم، احمد کاظم موسوی بجنوردی رو گفتم بروجردی. پس این آقای بجنوردی هم برای شما آشنایی نداره یا آشنایی داره؟ الان یه شنیدم بذاشم. اوکی خب اینو خواستم فقط بگم که بینندگانم بدونن که ما اینو اینجوری گفتیم. و بعدم یه روایتی شما کردین از اینکه جناب پرویز ثابتی با آقای کاظم رجوی همکلاسی بودن در دانشگاه تهران و به واسطه اون دوستی بوده که تونستن مثلا با آقای مسعود رجوی که اون موقع تو زندان بودن صحبت بکنن و اینا. میخوام ببینم که آیا آقای پرویز ثابتی خودشون راجع به این موضوع جایی صحبتی کردن یا تو کتابشون نوشتن این قضیه رو؟ نمیدونم، تو کتابشون به خاطر ندارم که نوشته باشن، ولی عرض بنده متقنه، اوکی. چون یعنی 100% این اتفاق افتاده. بله. خیلی خب، ما حالا بیشتر میخواستیم برگردیم به همون حدود مثلا دهه 40 و اواخر 40 و 50 شمسی، هجری شمسی، که مجاهدین شکل گرفت. مجاهدین 1344 شکل گرفت یا 50؟ نه، چرا از 44 در حقیقت اینا دور هم جمع شدن و خواستن یک به اصطلاح سازمانی رو پایه‌گذاری بکنن، ولی کار تروریستی نمی کردن. اینا قبلا هم عرض کردم، بله، کار تروریستی نمی کردن. کار تروریستیشون از اون به بعد یه زمانی شروع شد که همون دو موردی که عرض کردم خدمتتون، بله بله، و بالا برشهرم و آقای شبان جعفری بود، و بعد از اون که به اصطلاح سیاهکت پیش اومد و قبل از اونم یک کارهای دیگری. سیاهکت چه سالی پیش اومد؟ 49. 49 بعد، ولی اونا مجاهد خلق نبودن، درسته؟ اونا نخیر، اونا همه چریکای چریک فدایی خلق بودن، دریا بودن، تو دریای جوان بودن، اینطوری میشه بود. ولی برای این خودش محرکه ای شد برای که اینها هم برن در کار تروریستی، که همونطور که عرض کردم که از خودشون رو لو داد، در سال 50، در شهریور 50 اینها همه دستگیر شدن به جز تعداد معدودی. یعنی مثلا 90% دستگیر شد؟ بله، میتونم بگم که 90-95% دستگیر شدن، ضربه خیلی سختی بودن. که مسعود رجوی هم جز همون دستگیر شدگان بود، دسته بود که رفت به زندان دیگه. بله، زندان رو عرضم بزرگتون که بعد از اونجا، چون اون بقیه که مونده بودن به سر بی سر و بی خانمان شده بودن، خونه های تیمی دو رفته بود، خیلی بی سر و بی خانمان بودن، نمیتونن چیکار بکنن. ولی با فرار تقی شهرام و حسین عزتی کمره ای از زندان ساری، با توجه به عرض کردم مثلا اون سرباز سلطان احمدیان، اینا اومدن بیرون و تقی شهرام شروع کرد سازماندهی جدید رو کردن، و چون از زندان هم فرار کرده بود، برایشون برای باقی مانده جالب بود که این یه آدم سرحشوریه، چون کاریزمای چهره ای هم داشت، چهره خوبی داشت، و به همین جهت این باعث شد که بسیاری از خانم ها و آقایون جوان و نوجوان، چون بسیاری یعنی مثلا چند نفر اون زمان تعدادی که میتونم بگم دوروبر آقای تقی شهرام بودن، حدودی میتونم عرض کنم، 100% نمیدونم، 110-120 نفر ممکنه که این تونسته باشه، از باز به صراحت قدیمی ها و اونایی که هواخواه بودن، اونایی که دنبال روی اینا بودن، سمپات بودن به اینها، اونها رو جذب کنه به این سازمان مجددا. درسته. البته تعدادی از اونها مذهبی شدید بودن،
و ایشون هم به هیچ عنوانی راجع به غیر مذهب صحبتی نمی کرد. یعنی ایشون هم مذهبی بود. ولی بعد از گذشت چند سال تا سال 54 ایشون یک بار تغییر موضع داد و کمونیست شد. اون بار خدمتون عرض کردم که این کسانی رو که مذهبی بود میکشت، دستور کشتنشون میداد. من الان در اینجا یه لیست کاملتری از وحید افراخته پیدا کردم که چه کسانی رو به جز اونایی که من عرض کردم ایشون گفتن بکشید. ایشون هم کسی بود که وزیر شریف واقفی بود که گفتم از اعضای مهم و مؤثرم بوده، طیف مذهبی داشت که جناح مارکسیستی به قتلش رسوند و جنازه‌اش هم در دیوانهای مسگرآباد آقای بهرام آرام و خانم نسرین دکتر نسرین صادقی سوزوندن. مرتضی صمدی لباف بود که ایشون هم محکوم به اعدام شد، به او تیراندازی کردن ولی موفق نشدن بکشنش. آدم خیلی محکمی بود و حتی رفتن در بیمارستان شهربانی هم بکشنش اونجا، بازم نتونستن. ولی به هر حال چون آدم کشته بود و اینا میره دادگاه و در دادگاه به اعدام محکوم میشه. ایشون در تیراندازی به موفق نمیشه ولی در چندین قتل از جمله سرتیپ زندیپور که رئیس کمیته مشترک ضد خرابکاری بود در عملیات کشتن سرتیپ زندیپور دست داشته. ایشون کجا کشتن سرتیپ زندیپور رو؟ در مسیری که از خونش داشته میرفته سر کار. خب این اطلاعات رو حالا البته میخوام یه مقدار برگردیم به اینکه مثلا همون سال 50 یا به هر حال عملیات ساواک بر علیه مجاهدین از چه سالی استارت خورد؟ داره شما تو کمیته سوم، تو اداره سوم بودین، بعد احتمالا بدونین که از کی اصلا چی شد. اصلا شما راجع مجاهدین شنیدین؟ شما که اون طرفه، یعنی توی سیستم بودین، اون طرفه که میلوها بودن. آره. بله، عرض کنم به حضور سرورم که بعد از اینکه اینا شروع کردن ترور، یعنی اصلا عملیات ترور بازی از همون سال 49 شروع شد دیگه. نه تنها در ایران، در 45 کشور جهان بود. مثلا مثل که عرض کردم خدمتون که باده ماینهوف در آلمان بود، بریگاد صبح در ایتالیا بود، ارتش صبح در ژاپن بود، ارتش آزادی بخش در ترکیه بود، این همون در فرانسه بود، به همیشه لیبریشن آرمی در آمریکا بود. اینا شروع کردن به کار تروریستی. همه‌شون هم اسلحه ها کلاشینکوف بود، از روسیه می اومد. مخارجشون و پولشون رو هم روسا میدادن، بهشون کمک میکردن. بله. و نتیجتا خب تبادل، یعنی پس شما میفرمایید که مجاهدین هم پولش رو روسا میدادن؟ بله. یعنی سندی داریم الان روی این که به غیر از اون نامه که اون دفعه نشون دادیم، یه سندی که یعنی به هر حال شما تو ساواک بعد داشته باشین، بعد یه قطعی اسنادی باشه که نشون بده که اینا مستقیم پول گرفتن. پولیشو که جلوی چشم من باید شما نمیدادن که، اینا به شرایط دیگری میدادن. منتها قرائن و نزدیک، بعد یه جمله شما فرمودید واقعا من میخوام تاریخ بره جلو. من اهل سیاسی اصلا نیستم. درسته. آنچه که در تاریخ خودشون گفتن بس. یا خودشون نوشتن یا بریده هایی از اونها از مجاهدین نوشتن یا تاریخ های شفاهی ها و کتبی هستش که اینها گفتن. بنابراین آنچه که عرض میکنم به صلاح بر مبنای یک پایه محکمیه. درسته. دو تا سند من میتونم خدمتتون بگم. سند اولی که وقتی که اون آمریکایی، مستشار آمریکایی رو اینا کشتن، کیف دستیشو برداشتن بردن. آقای وحید افراخته که به صلاح دیگه برای ساواک کار میکرد و مأمور ساواک شده بود به طور مخفیانه، اعتراف کرده در چیزی در بازجویی هاش هم همش موجود است که اون کیف اسناد مستشار آمریکایی رو فرستادن در پاریس و در پاریس تحویل دبیر اول سفارت شوروی دادن. بله. کیف اسناد مستشار آمریکایی رو. خب این به چه دلیلی کار کردن؟ خب بایستی که سری سپرده باشن اونجا. آقای میرفدرسکی در کتابی که نوشته زمانی که سفیر بود در اتحاد جماهیر شوروی، ایشون در کتابشون نوشته که وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی از خود آقای میرفدرسکی خواسته بود که دو نفر رو آزاد کنید که یکی از اونها مسعود رجوی بود. از دولت ایران بخواید که دو نفر رو از زندان آزاد کنند. اون یکی کی بود؟ اون یکیشو یادم نیست. حکمت فکر میکنم
فکر میکنم حکمت جو بود، بله حکمت جو بود، مسعود رجوی بود، یکی این تو کتاب خود آقای میسپندرسکی هستش اسامیشون. بله بعد یه آقای دیگری که کشته شد باز به وسیله اینها، شخصی بود به اسم آقای محمد یقینی که اینم از اعضای سازمان بود و مذهبی بود و تی و این دسته کمونیستا کشتنش. بعد کسی دیگه بود که علی میرزا جعفر الله، علی میرزا جعفر الله، الله اسمشه، علی میرزا جعفر الله که دفعه پیشم اسمش رو گفتم، اینم به دستور یک شخصی به نام جمال به یک قاتل شخصی بود به اسم جمال شریف، یکی دیگه از اعضای مجاهدین که این رو به قتل رسوند به دلیل اینکه ایشون خیلی مذهبی بود. بعد جمال شریف یک کسی دیگری رو هم که عضو دیگری رو هم که مال خود همین مجاهدین بود به اسم آقای رضا مهدوی رو به قتل رسوند. به خاطر اینکه مذهبی بودن آقای فرستادی، یعنی به خاطر مذهبی بودن که فکر نمی‌کنم کشته بشن، شاید یه اختلاف، یعنی واقعا به خاطر مذهبی بودنشون کشتنشون. در سال 54 وقتی که آقای تقی شهرام اعلام آه موضع بعد از کرد اون کمونیستی، تمام کسانی که مذهبی بودن رو تصفیه کرد، یا اونا خودشون رفتن بیرون یا ایشون تصفیه کرد. البته باهاش درگیری با خود تقی شهرام زیاد داشتن که بحث و جدل و غیره میکردن، ولی به قول خود همون تقریر شهرام که در جایی که در یه جایی که از یاد داشته بودش من دیدم، نوشته بود که آخه ماتریالیسم با غیر ماتریالیسم چجوری میخوایم ما جفت کنیم، وقتی که مادیات هستش و ما الهیات داریم، الهیات و مادیات درست متناقض تناقض دارن با هم دیگه، این قابل جفت کردن نیست، یکیش باید انتخاب کنیم و من کمونیست رو انتخاب میکردم و کمونیسم رو انتخاب میکنم. این خودشون گفتن. ولی به هر حال داشتم راجع به این آقای جمال شریف حرف میکردم که هم علی میرزا جعفر الناف رو کشت، هم آقای رضا مهدوی رو کشت و از جمله شوهر خواهر خودش هم کشت. شوهر خواهر خودش به نام آقای رضا خالقی، آقای رضا خالقی راننده در وزارت دربار بود و اینا سوءظن داشتن که شوهر خواهر من داره با دستگاه همکاری میکنه و اون آقای رضا خالقی رو هم این جناب کشت. بعد باز یک کسی دیگری رو که همین آقای وحید افراخته عنوان گفته، آقای مرتضی هودشتیان که در یک اردوگاه خارج از کشور به اتهام مأمور نفوذی ساواک میکشنش و میگن که این مأمور ساواک بوده، عجب. آقای مرتضی هودشتیان. خب من میخوام اگه ممکنه با همدیگه بریم به همون سال 49 یا 50 که این اخبار ترورها می اومد و شما توی سازمان امنیت کارمند بودین اون موقع، نحوه یعنی واکنش سازمان امنیت به یک همچین چیزی چی بود؟ گفتن چی کار میکنیم از فردا مثلا؟ من متوجه پرسش شما هستم که ما چه عکس العمل هایی نشون دادیم، بله اینها دستگیر شدن و چگونه شناخته شدن، منظور شما اینه؟ من میخوام ببینم اولین باری که اصلا اسم سازمان مجاهدین شنیدین که مثلا یه همچین گروهی دارن میرن خرابکاری میکنن، دارن میرن آدم میکشن یا ترور میکنن یا هر چی، سازمان امنیتی کشور چی کار کرد اون موقع؟ واکنشش بلافاصله چی بود؟ ببینید هنوز اون اوایل که این داستان های تروریستی پیش اومد، هنوز برای ما مشخص نبود که کدوم سازمان این کارو کرده. آن یعنی کسی مسئولیت قبول نمیکرد، فقط میکشتن آدم‌ها رو. فقط میکشتن، بله. نخست کسی رو که کشتن تفتیبان رو بات کردیم، ظاهراً از سازمان شرکای فدای خلق بودن. اینا میخواستن برن یه بانکی رو بزنن، بعد اومده بودن به عنوان مأمور سازمان آب یا یه تلفن یا همچی چیزی خیابون رو بسته بودن، ولی آماده کردن ماشین خودشون رو که برن این کار بکنن. یه سطفان چاوشی اسمش بود، مالش افسر شهربانی بود، افسر راهنمایی شهربانی هم بود، با موتور رد میشدیم این خیابون رو بستن، چون منطقه خودش بود میدونستش، به خودش ترجمه میکنه که صبح برای من نگفتن این خیابون رو میخوام ببندن، موتورشو میذاره پیاده میشه میاد طرف این آقایون که اونجا بودن، هنوز به بانک هم نکرده بودن، میپرسه چیه، میذارم به مغزش رو جا به جا میکشنش تو چاوشی رو، بعدم در میرن بعد فرار میکنن، بانک رو نمیزنن، ولی موفق میشن که بزنن، فرار میکنن. ولی بعدها که از سازمان شرکای فدای خلق دستگیر شدن، اعتراف کردن که اینها رو ما انجام دادیم.
و به مجاهده مربوطی نیست. ولی در مجموع اینه که ما کلا چجوری از اینها کسب و خبر میکردیم، چجوری اینها رو پیدا میکردیم. این بله بحثان بایستی شما یه دوره 9 ماهه اطلاعات و اطلاعات اطلاعات هم ببینید که بعد بدونید این کارا رو بکنید. ولی در مجموع خیلی کوتاه عرض میکنم که خب در کاری که ما انجام میدادیم، اول به ما هدف میدادن، هدف میدادن، میگفتن که از آقای نریمان کسب خبر کن. خب به خیلی مثال ساده میدونم، من برای اینکه از شما کسب خبر کنم باید شما بررسی کنم که اطرافیان شما کیا هستن، بنابراین سعی میکنم یکی از اطرافیان شما رو پیدا کنم و ازش بخوام که از شما به من اخبار بده که من گزارش کنم. اگر نتونستم سعی میکنم یکی میفرستم با شما دوست بشه در یه چیز برخورد خیلی عادی که شما شکی بهش نکنید. بعد راه های دیگری که میرم دنبالش میرم، تلفن شما رو کنترل میکنم، پست شما رو کنترل میکنم، به سوابق شما برمیگردم، از دوستان مدرسه شما پیدا میکنم چه کسانی به دانشگاهی چه کسانی بودن و شما چه افکاری داشتید اون زمان چی بودید. سرنخی کی بهتون میداد؟ اینی که مثلا این آدم رو بریم شناسایی بکنید، اونو کی میگفت که این آدم رو بریم مثلا بعد این مثلا همین آقای نریمان رو باید بریم الان دنبالش؟ میخوام ببینم این از کجا میومد که این آدم رو باید بریم الان مواظبش بشیم. از همون معمولی که یا رخنه دادیم به تو، چه نفوذ داشت، نفوذی بود، اسمش از یا نفوذی یا رخنه ای. نفوذی که یکی چه بغل شما میتونستیم بکشیم خبر بگیریم، یعنی مثلا تو دانشگاه دنبالش میگشتین، تو مسجد دنبالش میگشتین، بالاخره این سرنخ رو باید یه جایی پیدا بکنین که بعد بفهمین این نفریه که بعد بریم دنبالش. میخوام ببینم اون نفره از اول از کجا میومد. از کردم دیگه، یا چیزی میداشتیم کنار شما، از دوستانتون میکشیدیمش با خودمون همکاری کنه، یا یکی میفرستیم با شما دوست بشه، یا اینکه بر اثر بر مبنای سوابقی که از شما وجود داره. آها. که مثلا در فلان تظاهرات بودید، در فلان جا بودید، پرونده رو میآوردیم میخوندیم، شما پس با اون بودید، در فلان جا فلان کاری کردید، در دیده شدید در یکی از این بمبگذاری یا در اطراف اون منطقه یا غیره، بنابراین به شما سوءظن اون پیدا میشد. بعد شروع میکردیم شما تعقیب کردن و مراقبت کردن. وقتی که شما در تعقیب و مراقبت میرفتید جاهای مشکوکی، اونجا برای ما خیلی مهم بود. یا با کسی تماس میگرفتید، با شما تو خیابون 10 دقیقه با هم حرف میزدید، اون تماس رو ما برای ما مهم بود. ما طرفی که با شما تماس گرفت یه تیم دیگه میرفت دنبالش که این کیه، و وقتی ببینید که داره ضد تعقیب میزنه، داره نگاه میکنه، مواظب خودش هستش، ضد تعقیب حالا به اصطلاح شرایط گوناگونی داره، وقتی میدیدید که داره ضد تعقیب میزنه، خب میفهمیدیم که پس این کار است، تعلیم دیده است، بالاخره این کار است، بلده چیکار کنه بلد. که گیر نیفته. من به عنوان مثال یک کسی تحت مراقبت بود از خیابان تیخ اون تاج نزدیک برق آتستون خونش بود. بله. بعد این اومده بود که بیرون تحت تعقیب مراقبت بود، این سوار میاد بیرون تاکسی میگیره میاد تا میدون کندی، اونجا پیاده میشه از تاکسی، بلافاصله میره اون ور خیابون یه تاکسی دیگه میگیره برمیگرده. اومد مخبط باشه چه کاری میکنه. پس این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بهش گفته بودن که در فلان محل ما علامت سلامت یا خطرناک رو میذاریم برای تماس گرفتن با هم، و این سرورا که میره میبینه که علامت خطرناک رو گذاشتن و یعنی در خطری تو نیا جلو. این به اصطلاح کاری که انجام میداده، ولی به هر حال خانه های تیمی رو به این شکل میتونستیم پیدا کنیم. منابعی که داشتیم به ما میگفته، من هم این دفعه خدمت رو عرض کردم، فرمودی که اسم اون شخص رو میگم که من به حافظم نبود، اتفاقا گشتم پیدا نکردم چون کتاب قطوری پیدا کردن سخته. و یه آقایی بود که در سال 50 اون از اینها جدا شده بود از این داستان و آمده بود و همه رو لو داد، یعنی خودش داوطلبانه اومد گفت، یعنی شما پس شما نگرفتینش، خودش اومد گفتین. نه، خودش داوطلبانه اومد گفت من عضو چنین سازمانی هستم، اینا تروریستن، منم کار تروریستی رو نمیخوام انجام بدم، من به هوای برای مملکتم فکر میکردم که اینا میخوان به اصطلاح این گروه و این سازمان رو تشکیل بدن، و به همین جهت من باید بگم که اینا تروریستن، اسلحه از کجا میاد، به دستشون میرسه، چیکار میخوان بکنن، نارنجک چجوری بسازن، چیکار جوری نارنجک میزنن، مکوکتل مولوتوف چجوری هست، غیر و غیر و غیر. این شعر داد
و ما با مثلا اطلاعاتی که ایشون داده بود دونه دونه خونه های تیمی رو شناسایی کردیم، یعنی ساواک شناسایی کرد، من ندیدم، ساواک شناسایی کرد و به یک باره بهشون ضربت زد، بهش میگیم ضربت، یک به یک باره حمله کردن از کارمندانی که میتون بلد بودن این کارو بکنن که بیشتر از شهربانی استفاده میشد، حمله کردن، گرفتن بازدید خونه، بازرسی خونه، بازرسی اون ولوا مال دستگیر کردن بود یا اینکه بر کار چی؟ دیگه؟ اون معروف بود که یه سری ولوا داشت ساواک، بله میخوام بدم. نه الله عرض کنم خدمت آها تو، یک سری ولوو شهربانی خریده بود، ساواک نخریده، ساواک لندروور داشت اون اوایل که عرض میکنم، بله یک سری ولوو شهربانی خریده بود برای افسرهای تو خیابون و اینا، ولی ماشین خوبی در نیامد، یکی دو سال بیشتر کار نکرد، بعد رفتم پژو خریدن، بله بعد پژوها خیلی مستحکم بود تا 57 به بعدم هنوز کار میکرد پژوها، ولوو ها مال خودش مال شهربانی بود، به ساواک ارتباطی پس نداشت. ربطی به سابقه نداشت، چون دیدم تو چند تا فیلم های استفاده میکنن. خب این تیم های مجاهدین چند نفره بودن؟ اینا همیشه یعنی کسانی که همدیگر رو میشناختند به نام 3 تا 4 نفر حتی اکثر بودن دیگه، ولی پیش میومد که به اصطلاح سرشاخهشون عوض میشد، خب وقتی عوض میشد یه شخص جدیدی میومد، خب شخص جدید رو میشناختن افرادی که توی شاخه بودن، به هر حال هر کدومشون میتونستن تعدادی رو بشه، ولی اوایلی که من عرض میکنم اون شخص اومد خبر داد، اون هنوز اون حفاظت رو اینها رعایت نکرده بودن، چون دستگیر نشده بودن، فکر میکردن که ساواک نمیدونه، خامه، بنابراین این شخص که اومد خبر داد بلافاصله تعدادی رو معرفی کرد، بعد ما با تقریب 6 ماه طول کشید، اون فروردین دستگیر اومد خبر داد، در شهریور ماه به اون سال 50 به اون بقیه ضربه خورد و دستگیر شدن، چرا که وقتی که این خبر داد این توی خونه تیمی فلانجا چند نفر هستن توی خونه تیمی، بعد ما شروع کردیم اونا رو تعقیب کردن، 6 ماه متوالی تمام افراد رو از این خونه، از این شخصی که توی این خونه تیمی بود میرسیم به شخص دیگری، از اون شخص میرسیم به شخص دیگری، به خونه تیمی دیگری، به همین جد که در شهری بر ما یک باره حمله کردن و ضربت زدن بهشون و دستگیرشون. درگیری مسلمانه پیش اومد تو این دستگیری ها و اینا هم؟ بسیار زیاد بسیار زیاد. یادتون هست چیزی که مثلا مهم باشه بخوایم بگین؟ تمام توی این درگیری ها کسی کشته شد؟ بله بله طبیعی کشته میشه، از دو بله طرف کشته میشه، بله مثلا عنوان مثال در درگیری که با مهدی رضایی انجام گرفت، کجا همکار بود؟ من تو بهارستان اون طرفا بودین؟ یعنی اینکه جای کجا بودین محل درگیری؟ من نه جنوب شهر بود، طرف نازیاباد بود، در نازیا. من آقای مهدی رضایی رو عرض میکنم، بله. در این مثلا فرض کنید در اونجا، خب مهدی رضایی اینا 3-4 تا برادر بودن دیگه، احمد و رضا و مهدی و یکی دیگه بود اسمشون، در درگیری که با اون شروع شد تیراندازی خب صورت میگیره دیگه، مهدی رضایی، خب ببینید ما همیشه در روشنایی هستیم، اون گروه ها در تاریکی هستن، اونا استتار دارن، مخفی میشن، ولی ما اومدیم طرف رو بگیریمش، دستگیرش کنیم، بنابراین صد اونا هم آقای مهدی رضایی با اسلحه زد و پرویز خدایاری همکار گرامی منو کشت و هم در اون زده خود کشته شد، خود مهدی رضایی هم کشته شد تو بله. زده خود یا برادرش احمد رضایی، این فکر میکنم مثال دارم چون میفرمایید مثال بزن دارم بله مثال. بله بله استفاده میکنیم. فکر میکنم که فکر میکنم حالا درست اشتباه نکرده باشم، محسن خاموشی دستگیر شد در کمیته مشترک در اونجا بردنش و این اعتراف کرد به اینکه با یک دوست دیگرش هم تیمیش قرار ملاقات داره در خیابان قفاری، خیابان قفاری هم میدونید کجاست یا نه، که یه سرش میخوره به خیابان قزوین، یه سرش میخوره به مخصوص، خیابان مخصوص، البته من نامه اون زمان های یادم هست، بله بعد خب به سال شهربانی و سوال مطرح بودن که این قرار ملاقات داره با هم، بنابراین بعد این علت این که تو اون خیابون هم گذاشته بودن، اون خیابون 7-8-10 تا راه فرار داشت، کوچه های مختلفی میومد که میومد تو خیابون مخصوص مخصوص و میرفت یه طرف دیگه، به حال آقای محسن خاموشی رو ما پیاده کردیم توی همون خیابون قفاری، ولی سر هر کوچه یا داخل هر کوچه یکی دو تا مامورها حضور داشتن، اونجا بودن توی کوچه، سر کوچه، تای کوچه،
به حال اینا با هم دیگه هم تر ملاقات میکنن با آقای احمد رضایی، با احمد رضایی برادر همون مهدی رضایی بله که پدرشون خلیل رضایی همونی بود که سر کشته شدن تیمسار وسیلی اون شب اولی که میکشن همه رو اومده بود ناظر باشه به کشت اونا رو کشتن، به کشتن اونها ببینید که دیدی یعنی میکشن. سال 57 میفرمایید؟ بله 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 برحال احمد رضایی در آخرین کوچه میپیچه با اون آقای فکر کنم از کلم محسن خاموشی بود اگه اشتباه نکنم، بعد وسط های کوچه چون وحفرینی ما معمولا اشتباه با اشتباه کراوات زده بودن، کراواتی توی اون منطقه اصلا شک برمیانگیز فهمیدن دیگه. بعد فهمیدم یواش رفتم تا سر کوچه، سر کوچه شروع کردم فرار کردن، یکی رفت اون برای خیابون فرار کرد، یکی این طرف خیابون فرار کرد، این کسی که این طرف خیابون سر دراز فرار میکرد خود رو رسون تا سر خیابون کمالی، اونجا خود رو رسون نارنجک داشت، نارنجک که اومد بکشه نارنجک بیرون نیومد، پیمش بیرون نیمه یه اصلا کل نارنجک از جیبش در کلش نیمه. بیرون نیومد ولی چیزش اومده بود بیرون اون آه دامنش، پیمش. آه و در همونجا منفجر شد قبل از اینکه مأمور بهش برسه، با مأمور حدود 50 متر فاصله داشت، قبل از اینکه مأمور بهش برسه و ببینن که فرار کرده تیمای دیگه از جاهای دیگه بیان دستش کنن، این کشته شد، اصلا پاره شد، تیکه پاره شد. بله و یکی که از اون طرف فرار کرد همونی بود که با این طرف قرار ملاقات داشت، این خیابون کمالی به طرف شهر غرب فرار میکنه میره، و خب یه طرف خیابون کمالی که پادگان بود، یه طرف دیگه خونه های مسکونی بود، یه راننده تاکسی داشته که رد میشده متوجه انفجار میشه و متوجه فرار اونم میشه، میره از اون سر خیابون کمالی دور میزنه برمیگرده وای میسه تا این بهش میرسه میگیردش، اینو گرفته بود آورده تو ما تاکسیش چکونده بود همینجوری بغل دستش اینجوری نگرش داشته بود، با تو ماشین با یه دستی اومد با آقا اینو می‌خواستین یعنی راننده تاکسی دستگیرش آره این واقعیت این کی بود؟ این کسی که دستگیر شد؟ که فرار کرده بود آه خود خاموشی هم پس در رفت یعنی اونجا؟ آره دیگه دو جا از این موقع از این موقعیت بهتر چی آها میتونه باشه، آها فرار کرد. بله احمد رضایی اونطوری کشته شد، منظوری که میگید میفرمایید بعد بله در برخورده خیابانی تیراندازی غیره از دو طرف کشته میشدن، بنا به چند نفر مثلا از سابق کشته شد؟ از از مامورانی که رفتن دستگیر کنن اینا رو؟ ببینید در زد و خوردهایی که پیش اومد از تروریست ها جمعاً برابر اون چیزی که آقای عمادالدین باقی نویسنده کتاب از سال 42 تا سال 57 که نوشته که چند تن از این کمونیست ها و تروریست ها و اینا کشته شدن، 341 نفر از اونها بوده. اون مجموعش رو با اعدامی ها و اینا داره میگه درسته؟ اعدامی و سیانور خورده و همه رو با هم داره. نه من میخوام بیدم مشخصا توی درگیری ها چقدر از نیروهای حکومت کشته شد؟ یعنی بگم 2001 نفر، 2000 تا مأمور، 2001 نفر مأمور، عرض کنم بزرگتون که چیز ببخشید 2000 نفر کسانی که آمار داده شهربانی با کسانی که بی جهت کشته شدن بی گناه کشته شدن، تیراندازی شده یا خیابون داشته میرفته خب تیر خورده بهش مرده، اینو به اصطلاح جزء کسانی بودن که علت اینکه این آمار دقیقه به خاطر اینکه به اینها که حالا یا اتفاقی بودن یا معمول بودن کمک مالی میشد برای باقی ماندگانشون، به همین جهت این آمار به این شکل وجود داره. بله خب سال 50 دستگیر کردن دو مرتبه، پس این مسعود رجبی کیا رو لو داد اگه سال 50 همه رو دستگیر کردن؟ این کی موند؟ یعنی همون یه 10% دیگه شو لو داد؟ بله مسعود رجبی همونطور که عرض کردم خدمتتون با چیز کاظم رجبی، با وساطت کاظم رجبی و درخواست ایشون مسعود رجبی در بازجویی همکاری کرد و اون کسانی رو که میشناخت به اسم نامشون رو گفت، اون کسانی که میشناخت به آدرسشون رو گفت و کسانی رو که نمیدونست کی هست و نمیدونست چی هست و اسمشون چیه و یه آدرسشون دقیق چیه کروکی کشیده بود قشنگ دم کروکی باشون هستش توی این آدرس مجاهدین هستش تو کتاباشون هم نوشتن خود اونایی که به صدا بریده هستند اونها هم نوشتن که
رجوی ما رو لو داده یا سوسن لو ولی داده. مثلا شما خودتون اون موقع کارمند ساواک بودین، شنیدین این موضوع رو که مثلا یه سری اطلاعات یه زندانی داده میخوایم بریم بقیه رو بگیریم، یه همچین چیزی اتفاقی شما در جریانش بودین؟ کم و بیش میتونستیم در جریان باشیم دیگه، کم و بیش میتونستیم. ما هم مثل همه مردم اولا تیراندازی رو میدیدیم تو خیابون، بعد باید به ما باید خبر میدادن. کارمند معمولی بودیم، کارمند عادی بودیم که آدرس های ما خب همه توی اداره بود دیگه. بنابراین مثلا یک کنه کیمیا توی کوچه ای که من زندگی مثلا میکردم میبودم، خب به من میگفتن مواظب باش تو این کوچه فراخونه اطرافش نرو، مواظب خودت باشه، اصلا نرو تو خونه چون ممکن تو رو شناسایی کرده باشن به عنوان کارمند سواک و بخوان بکشنه. به همین جهت یه گوشه هایی رو متوجه می شدیم دیگه. بعدم که دستگیر می شدن که خب همکار بودیم دیگه، می اومدن می گفتن که مثلا کی چی گفته، کی چی نگفته، و یه حدودی با خبر می شد. میتونیم بگین چند نفر مثلا با بر اساس صحبت های بر اساس اون اعترافات مسعود رجبی دستگیر شدن؟ کم 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 6-7 نفر دستگیر شد. 6-7 نفر. خب حالا همینجوری پس یعنی دیگه در حقیقت از سال 54 تا 57 دیگه مجاهدین فعالیت خاصی داشتن یا نداشتن؟ چجوری بود وقتی که دستگیر شدن همه؟ اون تازه شروع شد دیگه آه وقتی که اینا سازماندهی مجدد کردن و عرض کنم به حضورتون که به ایدئولوژی عوض شدن و جا به جا شدن. اونهایی که کمونیست بودن، همین آقای تقی شهرام بود و بهرام آرام بود و غیره، اینها دوباره شروع کردن به بمبگذاری کردن، بمبگذاری و شروع کردن به خرابکاری و بانکزنی و از این کارهای تروریستی دیگه. جمعا این دوتا گروه، یعنی سه تا گروه میتونم بگم، با یکی هم جبهه دموکراتیک، 4 تا گروه که خیلی به اصطلاح فعال بودن، 1645 تا یا 1650 تا کار خرابکاری کردن تو ایران، یعنی کار تروریستی انجام دادن تو ایران. و از این تعداد میتونم بگم که 10% رو موفق بودن و به موقع دستگیر شدن یا به موقع خونسا شدن، کاراشون خونسا شد، ولی 10% شوربختانه موفق بودن و کارایی کردن دیگه. یعنی پس بعد از سال 54 اینا 90%شون دستگیر، بالاخره یه بیشتر از 10% بودن که تونستن این همه عملیات انجام بدن، نه فکر نمی‌کنین شو خودتون؟ عرض می‌کنم دیگه، دوباره این آقای تقی شهرام سازماندهی کرد، سازماندهی جدید انجام شد. ریشه این مخالفتشون چی بود؟ همین قضیه مصدق بود، واقعا ریشهش چی بود؟ برای چی اینا؟ بالاخره یه جوون ایرانی داره زندگیشو میکنه، برای چی باید بره دنبال همچین چیزی؟ اینجوری بگم که تحلیل اینجوری باشه که یه مقداری خب همیشه از زمان نادرشاه روسا به ایران نظر داشتن. بله. هیچ وقت ما از دست اینا، چه در زمان نادرشاه، چه بعد از اون در زمان زندیه، چه در زمان قاجاریه، ما از شر اینها آسایش نداشتیم. پتر کبیر در وصیت‌نامه‌اش گفته، نوشته و خواسته که به جز کشور اروپایی رو گفته که به کجاها مورد نظر من از جمله سوئد مورد نظر بود، از آبهای خلیج فارس نباید غافل شد. با خودمون رو باید به آبهای گرم به هر شکلی هست برسونیم. علت حمله روسا به افغانستان این بود که خودشونو از افغانستان مسیر بگیرن بیان پاکستان، از پاکستان خودشونو به دریای نزدیک کنن، مکران، قبلا اسمش دریای عمانی که الان میگیم قسمش قبلا بود دریای مکران، مکران بله، سال مکران ما بود که نصفش الان که بلوچ ها بودن که نصفش رو انگلیسی ها گرفتن دادن الان جزء کشور پاکستان شده، اسمش دریای مکران. ما خودمون به آب گرم اونجا برسونیم و برای اینکه به این نتیجه برسن در زمانی که به سلام عرض میکنم خدمتون، گازنبوری اومدن جلو. خب من قبول دارم، قبول دارم که روسا هنوز هم اصلا میخوان، بالاخره همه کشورهایی هم ولی باشیم واقعیت، بله میخوام ببینم که خب آخه اون جوون ایرانی که بالاخره یه حسی به این وطنش داره یا نداشتن اصلا به نظر شما هیچ حسی؟ یعنی میخوام ببینم اون این جوونه چرا باید همچین کاری بکنه، باید بره مثلا تو این اینها از مسیر ناسیونالیسم اول وارد میشدن،
اول ناسیونالیزم این مملکت ماست، ببین مردم فقیرن، مردم گرسنه، به دروغ یا دانشجو مثلا پاش در پاش مثلا به یه حلبی آباد نخورده بود، ولی تحت تاثیر بک دادن کتاب های مخ... اولا در این جوان ها اولین کاری که میکردن با یک سلسله کتاب روحیه قهرمانی درشون پرورش میدادن. و ساده ترین کتاب پیرمرد و دریای ارنست همینگوی بود که رفته یه ماهی گرفته، یه ماهی رو آورده و تو راه ماهی ها خوردن، ولی این با موفقیت استخونه و اسکلت ماهی رو به ساحل رسونده. این همچی احساس غروری. بعد می آمد شبکه های مبارزاتی در فرانسه، برگردیم گل نسترن بچینیم، در اسپانیا ورنو، در انگلستان شکست ناپذیر، یادم هم بیگاه مثلی که نمیدونم یاد هم کنم، شکست ناپذیر. این کتاب در ابتدا در اختیار این جوان ها قرار می گرفت. هم اینها یک حالت ناسیونالیستی اول پیدا می کردن، مثلا یکی از ناسیونالیست ترین افراد کشور ما آقای خسروی روزبه خیلی ناسیونالیست بود، ولی بعد اینقدر مغشوش کردن که شد جاسوس اتحاد جماهیر شوروی عمومی، رفت جاسوس روساش. دقت فرمودید اینو مغشوش می‌کردن اینقدر که بعد که وقتی که این آلوده می‌شد، وقتی که دیگه اون حالت بهش پیش میومد که آلوده شده و خودش قهرمان می‌بینه، چه گوارای زمان خودش رو حس می‌کنه، خب دیگه براش مفهومی دیگه نداره که بخواد حفظ جون کنه و غیره. حالا اینا رو کمونیست‌ها رو اینا درست می‌کردن، کمونیست‌ها به این شکل درست می‌شدن. در سال 36 ما میشه حدوداً فکر می‌کنم که 1967 68 در اون زمان در اتحاد جماهیر شوروی در کاگبه یه آقای روسی بود که الان بازم اسمش رو نمیدونم به خاطر دارم، از و ایران شناس بود، یعنی خیلی متعارف زیادی به ایران داشت، برگشت در ایران. بین ایرانی ها اگه بخوایم فقط کمونیسم جلو بریم موفقیت پیدا نخواهیم کرد، چون ریشه اینها مذهبیه، وجودشون تو مذهبه، از پیش از اسلام هم مذهبی بودن، از پیش از داریوش و کوروش هم مذهبی بودن، میترائیست بودن، اینا ریشهشون باید با مذهبه. برای ما یک سازمانی چیزی باید درست کنیم که بتونه هم مذهب باشه و هم مقاصد ما اجرا بشه، و به همین جهت اومدن و پایه‌ریزی کردن به وسیله آقای طالقانی، آیت الله طالقانی پایه‌ریزی کردن همین نهضت آزادی رو. نهضت آزادی پایه‌ریزی شد و از اونجا کسانی که در اونجا شرکت می‌کردن، طالقانی هم انسان موقری بود و خیلی متین بود و خیلی مورد احترام بود در همه جا، و مثل این آخوندهای الان هم دوجیم نبود، خود آزادی خواهتر بود تا به نسبت اینها، و خب اینو جذب میکرد جوان رو. بعد یه ذره متجددتر بود، یعنی درسته اونجوری عقب افتادگی آخونده رو نداشت، کمتر داشت شاید، ها؟ یه همچین چیزی مثل اینها دوجیم نبود، مثل اینها رادیکال نبود، یه مقداری مثلا امروزی تر بود. اونم دقیقه امروزی ترینش، امروزی ترین بودنش فرزندانش بودن که برای تو خب می رفتن شهر می دادن که بابا اینطوری دانشجو بودن بچه ها، اینطوری ایسش اینطوریه، بخواهی هم یه مقداری روشنتر بود. و حتی در مجلس هم که بودش یا هر جایی که بهش پست می دادن اون صندلی نمی شد، می گفت این صندلی آدم رو گمراه می کنه، تو زمین می نشست کار می کرد. این مال بعد از انقلاب دیگه، تو اون مدت بود منظورتون، هم مقصدی درسته؟ قبلش هم بله، قبلش هم این اخلاقا رو تو حدودی داشت. نه ولی اینکه تو مجلس و اینا مال بعد از انقلاب، درسته؟ بله بله، اون که از اونم بعد از انقلاب. بله. قرار ما اومدم ببخشید سازمان مجاهدین رو به صورت کمونیسم، ارتجاع سرخ و سیاه رو که شاه میگو، ارتجاع سرخ و سیاه این دوتا، این نمونه شه که این ارتجاع، ارتجاع سرخ و سیاه قاطی شده بودن با هم دیگه، یعنی اینا کمونیست مذهبی بودن، هم کمونیست بودن هم مذهبی بودن، که بعدن از... تغییر شهرام اومد گفت دیگه مذهبی نیستیم. تغییر شهرام اومد گفت نه دیگه، سال 54 گفتش که اصلا دین مالیده به قول. بله. اینی که میگن انشعاب کردن مربوط به این میشه؟ نه نه نه، انشعاب یه چیزای دیگه هستش، دو گروه دیگه از اینا انشعاب کردن
در همین سال 54 که یواش یواش تغییر شهرام داشت میرفت طرف کمونیست و غیره، گروه پیکار بود، یکی هم گروه چیچی در راه کارگر، یه همچین اسمی داشتش. این دو گروه از مجاهدین انشعاب کردن و دلیل انشابشون چی بود؟ یعنی مخالفت با خط مشی مجاهدین، خب که مخالفت با خط مشی امثال تغییر شهرام. یعنی اینا میخواستن مذهبی باشن این پیکاری ها هن... بله مذهبی باشن، یه لیبرال باشن احتمالا، و یه چیزی دیگه بودن تو خود همین هم که انشعاب کردن، باز انشعاب شد، یعنی بازم اونها هم اصلا منفک شدن، تعدادی چون جدا شدن این منشعب شده نشون، ولی در مجموعش این سه تا جریان مذهبی راه پیکار راه در راه کارگر یه همچین چیزی اسمش هستش. و این به صراح خود آقای تقی شهرام با نشریه اسم جنگل شروع کرد، با جنگل اینا به صراح به افراد گوناگون تبدیل شد، مثل چریکای فدای خلق، اونا هم دو قسمت شدن، اقلیت اکثریت، اکثریت دوباره جدا شدن، اقلیت دوباره جدا شدن، هر کدوم انشاب پیدا کردن، یه همه فکر بودن که حرف اونها درسته، نماز اونها درست درسته درسته، بقیه اشتباه میکنن. بعد چریکای فدایی همزمانن با مجاهدین، یعنی که بعد از مجاهدین درست شدن؟ نه پیش از مجاهدین، پیش از مجاهدین. پیش از مجاهدین چریکای فدایی خلق ریشش از دستگیری بیژن جزنی در سال 46 آغاز میشه، 1346. خب بیژن جزنی اصلا اتهامش چی بود؟ برای چی دستگیر شدن اینا هم اگه ممکنه بفرمایید، چون من میدونم خیلی ها نمیدونن این چیزا رو. بله جزنی، بیژن جزنی، ببینید بیژن جزنی 4 بار قبلش دستگیر شده بود. به چه جرمی؟ عرض میکنم در تظاهرات، تظاهرات شرکت کرده بود، بچه بود همین. از اینطوری که در کتابشون خودشون نوشتن، خودشون گفتن از 13 سالگی ایشون رابط بود که اعلامیه حزب توده رو می‌برد این ور اون ور و از این تیپ کارا می‌کرد. بعد به هر در یک آخه ببینید ایشون پدرش افسر توده‌ای بود، فرار کرد رفت شوروی. عموهاش دو تا عموش، یکیشون سرپرست درجه داران توده‌ای در ارتش، یکی دیگه شون یکی از به اصطلاح رده های بالای حزب توده بود. 6 تا دایی داشت، هر 6 تا داییش همه کمونیست بودن، سعید و فریدون و چه میدونم پرامرز، یه همچین چیزای اسمش هم خیلی اسمای ایرانی هستش به جز سعید، و اینا هم همه توده‌ای بودن، زنش توده‌ای بود، به اصطلاح عضو سازمان زنان حزب توده بود، یعنی اینا ریشه و وجودش کمونیست. زن آقای بیژن جزنی کی بود؟ خانم میهن قریشی. آه اوکی. خب بعد بیژن جزنی چه سالی دستگیر شد؟ سال 46. 46 آخرین باری که دستگیر میشه؟ چهارمین باری که دستگیر میشه. که آخری؟ چون در تظاهرات جبهه ملی و در بلوای سال 42 شرکت کرده بود و دانشجوها رو جمع کرده بود. یعنی تو قم، تو قم شرکت داشت؟ نه تو هم دانشگاه تهران. دانشگاه اون زمان بیژن جزنی در دانشکده فلسفه درس می‌خوند. ضمن اینکه یه شرکتی داشتش که شرکت تبلیغاتی بود به اسم تبلیغ فیلم، در اون شرکت کار می‌کرد ولی ضمنش هم درس می‌خوند. بعد اون موقع سال 46 دقیقاً جرمش چی بود وقتی که دستگیر شد؟ ایشون یه زمانی قبل از این سال 46 دو قبضه اسلحه میده به شخصی به اسم آقای عباس سورکی یا سورکی، چون درست نمیدونم درستش چی هستش، اصلا این منطقه باید در خراسان باشه، میده به اون و میگه اینا رو برای من برو مخفی کن، دو قبضه اسلحه و اسلحه های نو. بعد آقای سورکی هم خودش هم به کمونیست بود و میترسید، میده به یه آقای دیگری میگه تو اینا رو برای من مخفی. بعد هر موقع خواستم بیا به هم بده، اون شخص هم ترسی که اصلایی بشدن میاد ساباک میده به آقای ثابتی دو تا اصلاحه رو
خیلی جالبه ها. ولی آخه با آقای ثابتی که خیلی پست بالایی داشتن، چجوری آخه اون یه آدم میشناخت بعد آقای ثابتی؟ نه میگم به دست ایشون در آخر آها میرسه، میرسه آخر سر. بعد بعد یکی دو سال هم تو کشوی میز ایشون بوده اصلا این اسلحه ها، بله تو کشوی میز آقای ثابتی. بعد یه روزی که فرداش بخواستش قرار بود که امیر کویت وارد ایران بشه، آقای جزنی میاد به سورکی میگه اسلحه ها رو برده بیا. سورکی هم بهش نگفته بود این اسلحه ها رو من به کسی دیگری دادم. اونم میاد سراغ این شخصی که بهش داده بود اسلحه ها رو به من بده. اونم تماس میگیره با ساواک، اسلحه ها رو بهش تحویل میده. زمانی که آقای سورکی داشته اسلحه ها رو میده بوده به میزنه جزنی، دستگیر میکنه. با آقا تو محسن بسی اسلحه ها چیکار بود؟ چون فرداش قرار بود امیر کویت بیاد. یعنی با این سوءظن که این میخواد امیر کویت رو ترور کنه. و این خب برای ما خیلی مملکت هم آبروریزی میشد دیگه. بعد بیژن جزنی هم خودش تیم داشت، یعنی یه عده‌ای باش بودن در یکی دو تا دوست داشت که اونها همشون کمونیست بودن، همین عباس سوزکی بود و یکی دو تا دو یکی دو نفر دیگه بودن از جمله فکر میکنم حسن ضیاءظریفی هم بود، چون ایشون یک تعدادی در دانشگاه جمع کرده بود دوره برای خودش، چون دانشجو بود یه تعدادی رو جمع کرده بود دوره برای خودش. ولی به این دلیل در دستگیر شد و به این دلیل بازجویی شد و البته اون زد زیرش و گفت نه من چیزی نبوده و نمیدونم من اینجای خریده بودم و به حال به صلاح کرخون مثلا رو به گردن نگرفت. ولی فعالیت کمونیستی شد در خود زندان ما اطلاع داشتیم که چجوری داره دنبال میکنه. بعد اون موقع محاکمه هم شد درسته؟ یعنی بله محاکمه شد، به چه کنم 4 سال زندان محکوم شد. بعد از 4 سال آمدن باز خود همون خانومش تو کتاب نوشته، رفتن بهش گفتن که تو از زندان برو بیرون، فقط یک کلام بنویس که من اگر از زندان برم بیرون دنبال کارهای قبلی نمیرم. و به خاطر بچه بابک و مازیار، دو تا پسر داشت، به خاطر بابک و مازیار میخوام بجزه میرم و کاری و بعد حتی بهش این بازوی مربوطش این رو بهش تاکید کرد که نه از تو عکس نمیگیریم، نه از تو میذاریم تو روزنامه، نه از تو مینویسیم تو روزنامه با این قول، فقط تو بنگو که کاری دیگه نمی کنی. اینا قبول نکرد. قبول نکرد چون در چرا قبول نکرد؟ چون در زندان طرفداران زیادی پیدا کرده بود از زندانیانی که بودن تو دهه‌ها و کمونیستایی که دستگیر شده بودن، جوانای دانشجویی که به دلیل فعالیت کمونیستی دستگیر شده بودن، چون برابر قانون فعالیت کمونیستی در کشور ما ممنوع، و اونها رو دور خودش جمع کرد و به صدا برای خودش یک رچه‌ای داشت. البته تو زندان که بودن اینا خودشون تو همون زندان با هم انشعاب می‌کردن، یه سری دنبال مسعود احمدزاده میرن، یه سری دنبال بیژن جزدانی میرن. اون یکی ها میگفتن بیژن جزدانی خطرناکه و صلح طلبه، اینا میگفتن این یکی ها خطرناکه و دیوانه. این صلح طلب بودن میشده خطرناکی، یعنی اگه بری با حکومت بسازی صلح طلب، یعنی این دیگه بری با حکومت بسازی پس خطرناک میشی، درسته؟ آره، ولی اون با حکومت نساخته بود. اون میگفتش که ما یک آقای بودش که اسمش امیر پرویز پویان، یک جزوه از خود هم این حکومت کشته شد، زد و خورد کشته شد. اون که مثلا جزوه نوشته به نام شرایط عینی و شرایط نمیدونم مثلا شرایط وجود داشته باشه، شرایط ایدئولوژیکی وجود داشته باشه و شرایط عینی یعنی آمادگی وجود داشته باشه برای یک انقلاب. بله. اینها بیژن جزنی میگفت هنوز شرایط عینی آماده نیست برای اینکه با شاه و با دستگاه سیستم حکومتی موجود مواجه بشیم. این حرفش این بود. آقای مسعود احمدزاده میگفت نه، بایستی که بریم و کار خودمون رو بکنیم، فدا هم شدیم به جهنم. ما بایستی که راه رو باز کنیم برای کسانی که میخوان کشور کمونیستی بشه. ما قسمت شما نداشتید من حرف رو تموم کنم. بفرمایید. پتر کبیر گفتم گفته به آبای خلیج فارس برسیم، به آبای گرم و پایین جنوب برسیم. بعد ایدتی که رفت افغانستان گرفته، افغانستان رو حمله کرد و نگهداشت، از اون طرف رفت با عراق قرارداد نظامی 15 ساله بست. از اون بعد یه خود اون وطن هم رفت با حافظ اسد و کمون به صدا حزب بعث اونها
که ظاهرا اونها حزب بسته، ولی در اصل باید مخالف کمونیست می بودن، ولی اونها موافقتشون رو اعلام کردن. در جنوب هم رفت تو پاکستان، در بلوچستان کمونیستایی در پاکستان رو درست کردن که در سر مرز ایران بلوچایی که کمونیست شده بودن، یعنی به صورت چنگال ایران رو محاصره کرده بود و برای به مقصود رساندن اون وصیت‌نامه پتر کبیر بله که خب کشورهای غربی هم ما که غربی بودیم اصلا، یعنی راه ما این بودی، جهان دو قطبی بود، یا این بله وضعیت بود یا اون وضعیت بود. خب ما تشخیص دادیم که، یعنی حالا من که همه ما کسانی که دستن در کار مسائل بودن تشخیص دادن که بابا ما به طرف غرب به مراتب بهتری که روسیه به این گندگی 2500 کیلومتر مرز داره باش. خب این بغل دست ما سر آن چند بار تعرض زده دیگه، اومده داخل از گفتم زمان نادرشاه قاجاری، ما تمام شهرهای بزرگمون رو در شمال شرق ایران از دست دادیم در زمان قاجاری، بله، از ما نمیدونم سمرقند و اصلا بخارا تمام این تاجیکستان و ازبکستان و اینا همه اون موقع از ایران جدا شد دیگه، آخرش هم افغانستان جدا کردن. تقریبا افغانستان جدا شده بود قبلا، افغانستان جدا شده بود، فقط هرات رو جدا کردن در زمان محمد شاه قاجار، در محمد شاه قاجار در زمان اون به صلاح چیز کردن به فرزند بزرگ فتحعلی شاه هرات رو جدا کردن، یعنی هرات رو اومدن انگلیس ها ایران، هرات رو یه دست انگلیسی ها یه مقداری یه چیزایی نفوذ داشتن چون هند در اختیارشون بود، بله اومدن در هرات یه حاکم موافق با خودشون گذاشتن، این شروع کرد استقلال طلبی کردن، اون هم به خاطر اینکه یه کسی در خراسان در مشهد ما این کارو کرده بود، پسیان اسمش بود، و اون از اون نشأت گرفت و یاد گرفته بودن شروع کرد این کارو کردن. محمد شاه فرستاد محاصره کردن هرات رو، هرات رو که محاصره کردن که نگذارن از ایران جدا بشه، انگلیس ها کشتی جنگی فرستادن در بوشهر و گفتن اگر این محاصره رو عقب نکشید ما میزنیم کشور شما رو، بوشهر رو با خاک یکسان میکنیم و منطقه جنوب رو میگیریم، که اون ناچار شد که فراخوان کرد برگردن. و به هر حال منظور من این بود که اینها به صورت چنگکی بخواستن به اون آبها برسن، اجازه در ایران تشکیل دادن به هم جد مثل که وقت همون شد. وقتمون خیلی کمه، من میخوام حتما حتما یه دو سه تا موضوعی که درست قبل از، یعنی دقیقا تو همون سال انقلاب یا مثلا یه چند وقت بعدش، یادم تو مسابقه قبلی گفتین که ما خبر داشتیم که مثلا دارن یه کامیون اسلحه میارن در خونه آقای طالقانی ولی نمیتونستیم کاری بکنیم و حالا اجازه ای نداشتیم، درسته؟ یه همچین چیزی گفت، من یادمه که گفتین شما، درسته؟ بعد آقای طالقانی نبود، بهش میگم پل چوبی، خونه آقای طالقانی تو کوچه خانقاه که میرفتی اول کوچه دست راست بود اونجا خونش، ولی همون نزدیک پل چوبی؟ پل چوبی بعد من میشناسم پل چوبی رو، همون پلی که روی خیابون شارزا یا انقلاب رد میشه دیگه، درسته؟ همون اسمش پل چوبی بود، من میدونم، میشناسم، بله، اونجا زندگی میکردن آقای طالقانی؟ بله خونش اونجا بود. بله. و بعد ولی خب کاری نمیشد کرد، نمیشد اینا رو جلوشون رو نمیشد گرفت، حتی با اینکه در زمان محمد رضا شاه بود و هنوز پادشاهی کشور سر جایش بود ولی نمیشد جلوی اینا رو گرفت، درسته؟ من به پادشاه مربوط اینا بود، پادشاه بدبخت مریض بود و یه گوشه افتاده بود میدونم، ولی بالاخره یه سیستمی وجود داشتی. بله سیستم چی بود؟ سلسله مراتب. خب چی بود؟ همون میخوام بگم اون کسی که از بالا میگفت نمیشه این کار، این کی بود؟ نمیگفت نمیشه، اعتنا نمیکرد، تیمسار مقدم بود، آخرین نفری که تو اداره ما باید تصمیم میگرفت برید و بگیرید، این اختیار هم داشت برید بگیرید و بزنید. یه سوالی زمان تیمسار مقدم و آقای نیکپی، نه نیکپی که شهردار بود، پاکروان، تیمسار پاکروان، حسین فردوست چقدر نقش داشت روی، یعنی چقدر روی اینا نفوذ داشت روی این آدما؟ آقا با آقای پاکروان که اصلا نفوذی نداشت، برای اینکه پاکروان یه فرد بسیار بسیار باسوادی بود و اصلا فردوست به پاش نمی‌رسید که بخواد اظهار وجودی بکنه، ولی که روی مقدم 100% داشت، 100
مقصد داشت، اصلا مقدم رو اون کشون آورد ساواک، یعنی نگهش داشت و یعنی به قول خود ما اون زمان میگیم پرقیچی اتون سال پردوس آقای مقدم، پرقیچی شد. یعنی میتونیم بگیم که حسین فردوس در حقیقت بازیگردون بود و اون به تیمسار مقدم میگفت که به این موضوع اعتنا نکن یا کاری نداشته باش؟ میشه بگیم نه همچین چیزی؟ قبل اصلا اینا یه تیمی بودن دیگه، این تیمی که نزدیکان به پادشاه هم بودن، مثل قرباقی هم کلاسیش بود، مثل فردوس هم کلاسیش بود، مقدم هم جز افراد پایین ترش بود، اینها یه تیمی بودن، خود قرباقی و خود مقدم تو تیمسار فردوس چیزی نمیگو، اصلا کاری انجام نمیدادن، در اختیار او بودن، ولی فردوس بی نهایت زبر بود، بی نهایت زرنگ بود. حتی مثلا یه دستوری یه چیزی رو به ارزش میرسوندن، این هیچ وقت دستورش رو با خودکار نمیدیش، با مداد مینوش، میگو برو بخون اینو کارتو برده بیار، میآوردی پاک میکرد، یعنی هم از میترسم این برنامه یه چند تا سوال نمیدونم، حالا ممکنه نرسیم، ما تو این 5 دقیقه دیگه وقت داریم، شما جواب بدین. در مورد دستگیری محمد رضا سعادتی که سال 58 فکر میکنم اتفاق افتاد، اطلاعاتی دارین شما؟ چون مثل اینکه بله اونم ساواک همکاری میکنه، یه درسته؟ خود برنامه خاصی داره، یه خود دیگه برنامه براش آه، بگذاریم، پس بعد جداگانه راجبش خیلی مفصله چون داستانش مفصله. بعد ماشاءالله قصاب اصلا از کجا اومد؟ چیکار چی بود این قضیه ماشاءالله قصاب؟ بقیه شما اگر کجا اومده نه بقیه شما ولی آخه یه دفعه این اینقدر ارتباط داشت و وصل بود به همه، این میخوام اینم پیشینش زمان شاه مثلا تو ساواک و اینا هیچ پرونده ای نداشت ماشاءالله قصاب؟ اون زمان تو سال 57 هر چی لات و لوت و چه میدونم باج بگیره، شما فکر کنید یه باج بگیره توی شهر اون موقع، خب این باج بگیر بود، این میرم ببخشید 5 تا 2 تا 3 تا پاهاشه میذاشت فلاشون رد که کامیدن میگرمش، و بعد همون اونها اومدن همون شهر نو رو در سال 57 آتش دادن، در سال 58 هی ماشاءالله قصاب. اونا همه یه تیپ هن، همه شون یکی هن، همه شون یکی همون تیمسار تلایی و نقره‌ای و غیره، همه شون یه موجودات یکی از بینندگان که برنامه هفته پیش رو دیده بود یه سوالی پرسید که سال 1350 خیابان مختاری تو شاهپور کوچه قاسمی یه عملیاتی انجام شده، شما در جریان اون عملیات هستین؟ در اون زمان در برای تمام همین چیزمون دستگیری عمل داده مجاهدین بوده، جان مثل اینکه ظاهرا برای دستگیری مجاهدین بوده، شما حالت که خانه تیمی بوده دیگه، خانه میدونین پس این ماجراشو که چی بود اصلا، کی اونجا دستگیر شد؟ نمیدونم کی دستگیر شد، یادم نیست چی کردم، 60 سال و 50 سال گذشته، ولی درست میفرمایند، من قشنگ همین خبون مختلف رو یادم هستش که تیمی که رفتن برای دستگیری از کمیته مشکلی به خرابکاری رفتن، رفتم برای دستگیری، یکی از همکارای منم رفته بود باهاشون، سه نفر رو اونجا تیراندازی میشه، تیراندازی میشه، یه همچین اتفاقاتی میفته، همون از شما فرمودید که چجوری اینها مقابله میکردن و چجوری پشت میکردن، خب در تیراندازی پشت میکردن دیگه، چون اون زمان مثل امروز نبود یه بیاد در خونه رو با لغت بچکونه بره تو، نه واقعیت این شکل، به این شکل بود که واقعا میگم این در تمام مدتی که تو سال 57 اگر خانه تیمی بود خانه تیمی رو محاصره میکردن پشت بون و غیره و غیره، ولی با بلندگو بشین اختار میکردن، تسلیم بشین بیاین بیرون، نمیدادن یه بزنن در بشکنن و برن تو پر تیر اندازی کنن و این حرف رو اختار میشد با بلندگو که اسلحه ها بذارید زمین بیاید بیرون، خب اگر طرف بیگناه بود یعنی اصلاحی نداشت و کاری نبود، خب دست چه بردا میکرد میمد بیرون ازش هم مذرت خواهی میشد ببخشید کدام یه نگاهی تو خونش میکردن میرفتن، ولی اونی که تا میگفتیم تبیه های بیر اصلاحات رو بذارید شروع میشد شروع میکردن تیر اندازی کردن، و خب اونجا محاصره بود دیگه، خونش محاصره بود، بود پشت بون این و اون و خونه همسایه نمیتونست که نمیتونستن که از بقید مردی باشن که قفص بتونن فراغ کنن، معمولا دستگیر میشن به جز حمید اشرف دو نفر دیگه که تونستن از این دام چند بار فرار کنن، بقیه دستگیر میشن. خب ما بخت برنامه‌مون تموم شده این هفته و خیلی ممنون از اینکه بازم پذیرفتین که تو این برنامه باشین، مهمون من باشین. هفته آینده راجع به دستگیری محمد رضا سعادتی اگر موافق باشین صحبت بکنیم و ادامه بررسی مخالفت هایی که بر علیه حکومت شاه می شدم
گروه های دیگه، جریانات دیگه، مخصوصا همین اسلامی ها و اینا، یه خورده بیشتر صحبت بکنیم. اگه صحبت دیگه ندارین در تا برنامه پیش ما قرار بود که راجع به خوشی شدن آیت الله طالقانی صحبت کنیم. آه درسته. پس تا برنامه بعد، بدرود. بدرود به همه هموطنان گرامی.